دوازده اردیبهشت روز معلم فراخوان سراسری که از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روز دوازده اردیبهشت ساعت 10 تا 12 در مقابل مراکز آموزش و پرورش استانها، شهرها و در سراسر کشور داده شده است، معلمان بازنشسته و شاغل را دعوت کردند که در مقابل این مراکز حضور داشته باشند و از خواستهای خودشون در واقع حمایت بکنند و خواستهای خودشون رو مقابل حاکمیت قرار بدن، از فعالین در بند زندانی معلم حمایت بکنند و خواهان آزادی هرچه سریعتر آنها بشن، به تحصیل رایگان در واقع اتکا بکنن و خواهان لغو مدارس خصوصی بشن و خواهان تحصیل رایگان برای همه دانش آموزان، خواهان افزایش دستمزد حقوقا به بالای خط فقر 7 میلیونی بشن. اینها برخی از خواستای فرهنگیان هست که در این اجتماع مطرح میشه. ما نظر شما رو به پیام های حمایتی آقایان هاشم خواستار، جواد لعل محمدی و محمد حسین سپری از فعالین جنبش معلمان در ارتباط با روز معلم جلب میکنیم. با درود به همکاران فرهنگی عزیز، همکاران گرامی، دیوار ترس فرو ریخته، جو خفقان شکسته شده، اما یک امایی هست، اما همه نمیدانم. اجازه بدین من یک مثالی بزنم، یک داستانی بگویم، یک داستان واقعی که در قوچان اتفاق افتاده. یک نفر گوسفند داشته، در شب داخل خونه میکرده، خونه جلو هم میخوابیده، ولی صبح که بیدار میشده هر شب میدیده یک گوسفند ازش کم شده. به مردم اهالی روستا گفته که اینطوری هست، یک نفری که هیکل بوده گفته من دزره میگیرم، آمده زیر یک لحاف جاجیم خوابیده، دستاش هم آماده، شعله فانوس هم پایین. نصف شب دیده صدای درد شد، احساس کرده که یه چیزی پایین پاش هست، همین لاف جاجیم روش میندازه، اونم که هیکل بوده هی دست پا میزده، هرچی داد میزده به مردم روستا، آی مردم بیایید که یه چیز زیر رخت خواب زیر لحاف. مردم جرأت نمیکردن که بیاید، میفهمیدن صداره ولی جرأت نمیکردم بیا. تا اینکه دیگه دیده که دست پا نمیزنه، گفته بابا بیا، این هرچی بود مرده دیگه. باز مردم جرأت نکردن که بیان، تا اینکه باز لحاف برداشته، دیده بله این که پلنگه که دیگه مرده. ملت قهرمان ایران، همکارای فرهنگی عزیز، جو خفقان شکسته شده، برای رسیدن به حقتون، برای رسیدن به حقوق صنفیتون، برای رسیدن به تمام آرزوهایتون، برای رسیدن به آرزوهای یک ملت، بیایید همه با هم وارد صحنه بشیم. در تجمعات، از اون جمله در تجمعات روز 12 اردیبهشت همه با هم شرکت کنیم. درود بر همکاران عزیز که در این تجمع شرکت خواهند کرد و یک عده معدود رو تنها نخواهند گذاشت. زنده باد آزادی، زنده باد حقوق معلمان عزیز، زنده باد حقوق ملت عزیز، که همون آزادی و دموکراسی باشه که من بارها گفتم که تا به آزادی و دموکراسی نرسیم هیچ صنفی به حقوقش نخواهد رسید. با تشکر و درود بر شما، زنده باد آزادی. دوستان و همکاران بنده، من قصه دردناکی رو شنیدم از برادر عزیزم جناب آقای رسول خدایی، و اون این که تا امروز به صورت تعزیری و تعلیقی تا حالا برای همکاران فعال کانون صنفی و اعضای کانون صنفی بالغ بر 200 سال زندان صادر شد و تعدادی از همکاران شما امروز در زندان هستند. فعالیت های صنفی ریشه داره، بدون وابستگی و به صورت مستقل درختی شده است که سایه گستره و امروز هممون زیر حریم و زیر حرم خانه
کانون صنفی داریم فعالیت میکنیم و به اون مفتخر هستیم. بنده معتقدم که برای دریافت مطالبات ما همونطور که آقای خواستار فرمودن باید طرزها ریخته بشه، نیاز به حضور داریم. لذا بر اساس بیانیه‌ای که شورای هماهنگی صادر کرده، بنده از همه همکاران عزیزم خازانه خواهش میکنم که در تجمع 12 اردیبهشت شرکت کنند که حداقل بتونیم قدمی به سمت تحقق مطالبات صنفی خودمون داشته باشیم. سپاسگزارم. دوستان و همکاران درود، امشب در خدمت جمعی مجلس خواستار و تعداد دوستان بودیم. صحبتی که شد من خلاصش های خدمتتون عرض کنم این بود که ما فرنگیام در این اعتراضاتون بسیار دستاوردهایی داشتیم، ولی متاسفانه حاکمیت بر سر موضع زورگوی خودش بسیار قاطعانه است و به نظر میرسه که عزمش هم جزمه که کلن آموزش پرورش مملکت رو به چنان دره عمیقی فرو افکنه که هیچ کس نتونه اون از این دره خارج کنه. طرح‌های مثل معلم تمام وقت و یا طرح خرید خدمات آموزشی، برخوردهای امنیتی عجیب و غریبی که الان آقای مهندس محمدی گفتند که بیش از 200 سال زندان بریدن برای همکارای فرهنگی، اینها نشانه هایی است از اینکه آقایون حالا شاید به وضوح نگن ولی عملا دنبالی هستن که آقا کلا صنف فرهنگی رو تا حد امکان تضعیف و نابودش کنن. دوستان عزیز، این آقایون زمانی احساس قدرت میکنند که ما احساس ضعف کنیم. ما در واقع آقا ضعیف نیستیم. ما اگر به صحنه بیاییم مطمئن باشید که اینها را از اون موضع گردن کلفتی به زیر خواهیم کشید. دنیا دنیایی است که با استفاده از این شبکه‌های اجتماعی، با استفاده از فضای مجازی تونسته فاصله زمانی مکانی را از بین ببره و مردم رو با هم متحد کنه و دیکتاتورها و مستبدهای بسیار بسیار به ظاهر قدرتمندی رو به صورت خفتبار به زیر بکشه. بیایید در صحنه حضور پیدا کنید و حضورتون رو مؤثر کنید به این صورت که از قبل برای حضورتون فکر کنید، شعاری که میخواید بدید رو در موردش فکر کنید، تراکتی هر مطلبی که هست از قبل آماده کنید، بیایید و حتی حرفتون رو آماده کنید و در جمع همکارا به صورتی کاملا مدنی حرفتون رو بزنید و این حرف ها رو رسانه کنید. مطمئن باشید این آقایون مجبور میشید هستن. ممنون شما.